ماشینای فرمولی کو داریم اینجا، ماشین بتمن، تراکتور نیست، پورشه، شلوی مدل 1960، واو، LC 500 رنگ رو نگاه کن، طراحی خوب و جذابی داره دیگه. یه توشو ببین، ببین، عاشق این رکابشم. هامر رو بچه سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. قسمت دومیه که با هم هستیم توی نمایشگاه اوتو شو تورنتو. بریم ببینیم چه خبره. اینو میخواست که مطمئن بشه و حالا داریم میریم سمت یک سری ماشینای دیگه. لوتوس، ریویان، بی ام دبلیو و آلفا رومئو، مازراتی. اوه، زیاده. بریم ببینیم این طبقه چه خبره. خیلی خوشگل و جذابه، ولی خب ببین جای توش کمه، ولی چیزی که هست، فرقی که داره، این IS 500 4 تا ایزوز داره. بیا توش رو بهت نشون بدم. متریال لکسوس رو میبینی، سرعتش هم بدینی، استایل رو انقدر که من راه رفتم دیگه. ولی واقعا بچه یه سری چیزا پیدا کردم، باورتون نمیشه، مثلا به همم ریخت. این لکسوس LC 500 رنگ رو نگاه کن، با هارمونی رنگی که تو توزیش داره. این هم دوباره LC 500 آبیه، تو توزی سفید و کروک. طراحی خوب و جذابی داره دیگه. یه توشو ببین. قسمت لکسوس ها بچه ها خیلی شگفت زدم کرد. چی؟ الیکس 570 خیلی چیز عجیبی بود. که لکسوس آریکس جدیده. بریم جلوشو بهم ببینیم. اینم یه رنگ دیگه شه. خیلی جذابه در کل. حالا لکسوس دیگه ریلایبل، خیال راحت. رنگو دیدی؟ خب ببین این آبیه رو میبینی، سرمه ایه. این لکسوس تی ایکسه، این جدیده و در رده همون تویوتا هایلندر که بود. هایلندر نه، گرند هایلندره. لکسوس تی ایکسه. ببین یه شاسی ریز پشت در داره، اینو تاچ میکنی در خودش میپره بیرون. برای باز شدنش هم دقیقه همین، اینو تاچ میکنی در خودش میپره بیرون. این هم همه داخلش. یه بار دیگه بذار بهت نشون بدم. لکسوس الیکس 600 یا خواهر خوشگله حضرت. ببین خیلی چیز جذابی بود. صندلی عقبش یه چیز خیلی جذاب داره. ببین عاشق این رکابشم که با همین پیکر رکاب رو نگاه کن. ببین سری نشست و من میخواستم بهت یه مانیتور داشتون بسد لبزه بهت نشون میدم. خیلی چیز جذابیه، قشنگ صندلی های جلو رو میتونی تغییر بدی، صندلی خودت و نور بالا سرت و خیلی آپشن ها رو به صورت دیجیتالی گذاشتم اون وسط برا. آقا اینم لکسوس NX جدیده. طراحی چراغای جلوش فرق کرده، چراغای عقب فرق کرده، به هم پیوسته شده و بریم توش. اینم دقیقا همون حالت بود، یه دکمه میزنی و باز میشه. اینم همه داخل ماشین. گرم شد دیگه. ببین خیلی جذابن اینجا ماشیناش و اصلا انتظار نداری. به صورت خیلی عجیب غریب انتظارم از لکسوس خیلی بالاتر بود. فقط تنها چیزی که اون حس رو به هم داد لکسوس تی ایکس و الیکس بود.
حتی آریکس هم اون حسو بهم نداد. انیکس که دیگه هیچ. یه مقدار انتظارا بالا میره چون اینجا رقابت زیاده و ماشینا توی قیمته توی یه رنج زیاده و یهو میبینی که دلتو میزنه یه ماشین توی همون رنج میبینی یه چیز خیلی جذابتر هستی و دیگه بهتر از این موقعیت گیرمون نمیاد. دستگیره رو باید بگیری چون بلنده. اینجا شما دقیقا میتونی که صندلی تو انتخاب کنی و جلو عقب هر حرکت دیگه ای که بخوای میتونی انجام بدی. پشت صندلی ببین تو به این صندلی هم دسترسی داری. چرا به حالت لوکس این ماشین دیگه این صندلی رو اصلا داستان نفر اصلیه میشینه. بذار مانیتورا رو بهت نشون بدم. ببین تو از عقب قشنگ میتونی این صندلی جلو را بدی جلو و بخوابونیش که حاضر کنی واسه اینکه پاتو راحت دراز کنی. حالا بذار من برگردونم عقب. اکثرا متاسفانه آدم بر نمیگردونم. خب ببین دوتا کاپولدر هم اینجا داره. از اینه که بگذاریم اون زیر کلی جاجگا داره و ببین این وسط یه دونه شارژر و چه جای بزرگی، محفظه بزرگی. دقیقا جلوش هم همین اتفاق بود. این هم از نمای جلو ببینه. خیلی جذابه. صحنه که یه دونه از اینو خوشه خیلی بده. هیچ وقت انقدر فورد رو دوست نداشتم. جوری که فورد منو الان خراب کرده اصلا میخوام سریعتر از اینا بگذارم. چون ببین من عشق ماشینم، رفتم همه رو تست کردم، همه رو نشستم پشتش نگاه کردم بررسی کردم. راحت ترین فورد بود با اختلاف. اذیتم کرد. آقا اینجا خیلی ماشین بود که میشد تست کرد، تست درایو کرد، ولی واقعا وقتش نبود. فقط من به صورت کلی بخوام بهتون بگم ببین این تویوتا سوپرا جدیده، اصلا راحت نبود توش، اصلا توش راحت نبود و خیلی ناراحت کننده بود. اونا هم که دارن میکشنش. پیکان نیست داداش. ببین صفحه اون مانیتور جلو، اون قسمت اینفوتیمنت و تمام چیزای دیگه‌ای که تو این ماشین بود M3 همه BMW. این من ناراحت میکرد که یه همچین ماشینی با همچین سابقه ای اومده الان موتور BMW گذاشته توش. یه سری طراحی‌هاش هم کپی کرد. فقط سوپراش این کارو کرده، خوشبختانه بقیه ماشیناش این کار نکرده. فقط گفتم بهتون بگم. بعد ببین یه سری ماشینا نشستم توش، اون ماشینای بزرگ تویوتا خیلی خفن بود. ببین همه کوکوبرش میخته. ببین این تویوتای سکویاه قشنگ. بذار عظمت رو ببینی. این ور وانتشه که میشه تاندرا، این بزرگترینشه. خب دقیقا این پشت داشته باشه میشه سکویا که اونجا گذاشته. این دوتا بزرگای تویوتا. حالا یه لول اینو کوچیکش کنی یه روبروی رو میبینی. این تویوتا فوررانره، رقیب سفت و سرسخت جیپ. واقعا قوی و توانمند. این همونیه که با حالت کرپ میره جلو. این مدل حالت SUV شدیدی. سقفش هم جدا میشد. نکن سقفشو. اونم حالت ترایکشه. سقفش جدا شده. بزرگه ماشاءالله. ببین اینو میبینی؟ اینو یادت باشه GMC 84XHD موتور دورامکس 6.6 نصف ایرانی نصف خارجی 6.6. بخوام ارتفاعش رو بگم. ببین خیلی بزرگه.
حاضر واسه کمپ و واقعا این ماشین بزرگه، واقعا هم جا داره. ببین اونو که بهت گفتم دنالی بود، اون SUVش بود، این پیکاپ تراکشه. ببین دست رو باید بگیری یا علی، بری بالا. پشت آمپره، اینم مانیتور وسط، نمیدونم قشنگ میبینین یا نه. ببین یه وجه منه، یه وجه بود نیم توان، نزدیک دو وجه. ماساژورش هم خوبه، خوب داره ماساژ میده، اینم نکته مهمی بود. تشکر از جناب جی ام سی، واقعا بچه جی ام سی خیلی کارش درسته توی ماشین آمریکایی‌ها. من از کادیلاک هم بیشتر دوستش دارم. بیوک هم خوب بود، ولی خب نسبت به تنوعی که شولت، ببین اینجا رو شولت و جی ام سی و فورد دارن، واقعا حرفی واسه گفتن نداشت. جذاب ترین شوی به نظر من همینیه که الان داریم میریم سمتش، شوی تاهو. اندازه سابرمن نیست که خیلی دیگه دراز باشه، گریل وحشیه، خوشگل. ببین این چراغا، وای این LED ها روشن میشه، اصلا دیوونه کننده. استایل ماشین واقعا جذاب، خیلی باحاله. من قیافه اینو بیشتر دوست دارم. توی این مدل ماشینا فورد یه چیز دیگه است، ولی از وقتی که توش نشستم فقط خواستم بهتون نشون بدم اینا رو. ببین بذار توش هم بهت نشون بدم، بیا. خیلی چیز خاصی نداره، ساده است و از اینجا تا اون عقب همه چی خالیه. دوباره کنترل داره واسه خودش، اینم جلوش. شبیه جذاب کوروت. تو رو میبینی آبیو، همون آبی بیرون هم کار شده. موتور رو ببین، ببین واقعا نشستم پیادش نه کن، نمیتونه الان نگاش کن، واقعا انقدر سخته. چه فایده ای داره؟ من با اینکه خیلی دوست داشتم کوروتو، خیلی خوشحالم سوار شدم و دیگه واقعا بهش علاقه ندارم. دونه دونه اینا رو با دقت ببین، هر چی تا الان بهت نشون دادم بذار کنار، این فورده رو داری میبینی؟ اینا یک دنیای دیگه ایه. من ماشین اسپورت سوار شدم الان دیگه، تویوتا سوپرا، تویوتا هم که میدونی دوست دارم، تویوتا سوپرا سوار شدم، شوالت کوروت سوار شدم، لکسوس LC نه اونو نمیشه با این مقایسه کرد، بخاطر اینکه اون قیمتش اصلا با این فرق میکنه. توی رده ماشین اسپورت فورد ماستنگ اصلا با اختلاف راحت ترین، جذاب ترین، بروز ترین، از لحاظ طراحی داخلی، مانیتورها قابل قیاس نبود. مانیتور رو نگاه کن، یک تیکه است از اون سمت تا اون سمت کامل. موتور 5000 سی‌سی. قیافه هم که میبینی مال 2024. یه دونه قرمزش هم گذاشته اینجا. مانیتور دیدی؟ آقا فورد اکسپلورر ماشین اصلی پلیس کانادا است. اینم یه تریم دیگه با یه رنگ دیگه شه، با اختلاف جز راحت ترین ماشین ها بود تو SUV ها. تو SUV های فول سایز فورد اکسپدیشن رو که اینجا میبینین، یه تیریمشه، این بعدیش هم تیریم آخرشه، بودیگه بالاترین تیریمشه، کاملا حاضر واسه آفرود. بچه ها با اختلاف تا اون ته تا صبح جا داری و
اینجوری بگیرم مانیتور رو ببینی چقدر این یه وجب منه یعنی بیشتر از دو وجب من قطرشه. خیلی خفنه اون بالا هم که پر. بریم اون یکی بغلیش هم بشینیم پشتش چقدر راه. ببین راحت ترین صندلی ها کادیلاک اسکلید نشستم، جی ام سی یوکان نشستم، لینکلن وای خیلی راحته بچه ها. اینم میگه جلوش فیلر مکس دقیقا همونیه که من استفاده میکنم. این لیک هایی که رو درخت و اینو میریزه رو خوب میبره، خیلی برنده خوبی به نظرم. یه سری اکسسوری و بخاری و اینجور چیزا اینجا گذاشتم. ایسی فروش پینت بال ماشین های فرمولیه که داریم اینجا، این هوندا و ماشین های فرمولیه که واقعی لاستیکاشو نمیکنم قشن معلوم استفاده شده. این لامبو و این فراری که میبینید دقیقا با همین رنگ و کاستومی که الان روش هست دقیقا چیزیه که چندین بار تو خیابون دیدم شبیه شد. یه سری ماشین های کلاسیک هم اینجا گذاشتم مخصوص کلاسیک بازار. بچه این پورشه ها نگاه کن اون سفیده هم کوروت باشه. پورشه 911 جی تی اس که طبیعتا پرو توی خیابون دیگه. اما این اصلا نمیشناختم رسمن. بریم پیش اصل داستان. من عاشق این ماشینم، دوج وایپر مدل 1998 خیلی دوستش دارم. میدونستین اون نارنجی یه تراکتور لامبورگینیه؟ لامبورگینی مورسیلاگو. همه باش هزار تا خاطره دارن قطعا. ماشین بتمن بچه. این باز دوباره تراکتور نیست، پورشه، پورشه دیزل مدل 1958. آقا اینو میبینین این یه پورشه معمولی نیست، این پورشه 918ه. اون بغلیشو میبینین اونم همینه. آقا اینو میبینین بهش میگن کرای جی تی، یعنی یک چیز عجیب غریب توی صنعت اتومبیل سازی. واه من همین ذره رو تو خیابون دیدم. خیلی ماشین گرون قیمت، خفن، قوی و عجیب غریبه در حد ماشین بتمن، ولی من از این خیلی جذاب بود. چه صدایی داشت. ببین این سفیده رو که میبینیم 918 اسپایدره، خیلی شبیه کرای جی تیه. فراری دوتا اونور آقا این لافراریه ها، خیلی چیز خفنیه. بچه کمپانی لوتوس من نمیدونستم SUV هم داره. اینو قطعا تو ایران دیدین دیگه، لوتوس الیز. خیلی کوچولو موچولوه، خیلی کوچولو موچولوه. واقعا نشستن و پیاده شدن سخته. مازراتی چه رنگی داره، خیلی رنگش جذابه. مازراتی و آلفا رومئو هم معمولا همه نمایشگاهشون با هم یه جا. این جولیا هی که آلفا رومئو جولیا هیچ وقت اونها خیلی از آلفا رومئو خوشم نمیاد، ولی خب مازراتی اصلا حرفی توش نداره. آقا اینو شناختین؟ لامبورگینی کانتاژ یا کنتاژ. رینگا رو ببین، مدل صندلی‌ها تخت خوابیه.
مدل چراغ ها اصلا این یه چیز خاصیه. پونتیاک مدل 1971 و این و فورد ماستنگ 1968. وای شلبی مدل 1960. وای خیلی جذاب اینا رو نزدیک میبینم. واقعا اونایی که عشق ماشین هستین جاتون خالی. فراری 1957. آقا اینا پژو ها، اصلا انتظار نداشتم از پژو. دیگه واقعا این شرکت هایی بودن که دیگه نیستن. استاد مثلا اسمش رو نشنیدم. بچه این فروم ها بود کربران مدل 1931. واقعا جا افتخار داره بری کلی. بنتلی رو نگاه کن، 1929. ببین این بنتلیه، این آلف روموه، ولی سایزا رو از بغل هم بنتلی واقعا از همون موقع خیلی متفاوت تر بوده. ببین دقت توی ساخت رو ببین، از چراغ، چرخ، گلگیر رو گذاشته ولی دیگه بار اضافه رو کم کرده، دیگه اضافه نیومده کل بدنه رو بکشه تا عقب واسه جاپا، یه دونه جاپا گذاشته. خیلی جمع جور و جذاب. این میدونین چیه؟ BMW XM. این یه چیز عجیبیه بچه. خوشحالم من نزدیک دارم میبینمش، هیچ وقت قسمت نشده بود. جا اگزوزا رو ببین، درشو نبسته. آقا ریویان رو که میشنسته تو برقم زدم، ماشین برقی، رنگ هایی که داره. و بذار بریم داخلش رو بهت نشون بدم. داخلش هم همین رنگ سبزیه که بیرونش کار شده. نمیدونم فراری باز بودین یا نه بچگی ها تو گیم ها، مثلا این دوتا یه دونه بودن. آره نیت فور اسپید با همین رنگ قرمزش. یادتون باشم کلن قرمز و زرد و مشکی میشد انتخاب کرد رنگ ها رو. کلن این قسمت مخصوص فراریه. مدل 296 چلنج. آقا اینجا رو هم دیدیم ماشین های جذابی داشته. لحظه این برنیا کن، یه دونه لاین گذاشتن اینجا به صورت رایگان بهتون کلاه داده میشه با بج ویلدرنس سوبارو. یکی از تیرمای خیلی خفنشه دیگه، قیمتش هم کم نیست و مخصوص آفروده. با ما سوار اتوبوس شدیم، سو ساختمون پایینی میخوام ببرنمون، یعنی یه خیابون رو دور میزنن میبرنمون یه جای دیگه. ما الان تا الان دو تا قسمت شو دیده بودیم، سه تا قسمت دیگه مونده. بچه این ماشین ها واسه تست درایو گذاشتن. حالا ما فعلا بریم تو اول ببینیم. اوه تویوتا رو دیدین بچه ها؟ این هم تویوتا عالی شراکا. خب دوجه پولیس رو تنکس، دوجه پولیس رو سریع اینا رو خواست شک کنه از اونا. جونم تویوتا و ماشین پولیس ها رو. اول تویوتا، تویوتا سینا. آقا این پشت سیناه و ردیف سوم صندلی رو تا خرتناق داده عقب. قیمتش همچین کم نیست، هایبرید آل ویل درایو و خیلی جا داره، خیلی هم صندلیاش راحته. اینم ردیف دومشه. این رفاره ولی نه رفاره معمولی.
کرافور پرایم. ببین خیلی سرعت بالایی داره ها، خیلی شتاب عجیب غریبی داره. همون رفتار خودمونه، ولی خب یه شتاب عجیب غریب به خاطر موتور خفنی که داره. زردم که پریوسه. آقا کمری 2025. چطوره؟ های بیب نکس ها بچه تویوتا سوپرا بچه من عاشق سوپرا. این کادیلاک CT4V هست که جز اسپورت ها حساب میشه. خیلی سخت بود سوار و پیاده شدنش و اینکه من صندلی رو وقتی میدم عقب که راحت بشینم دیگه در اصل هیچ جایی واسه یه نفر عقبی نمیذاره. BMW 2000 رو نسکار بازا کیا؟ بچگی این کاسترول رو فقط به خاطر اینکه رو همین ماشین رو میزد دوست داشت. دیگه موندیم که انداختن همون بیرون، گفتم پاشیم برین دیگه. من واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم که همچین ماشین هایی رو یه روز بیام تسترایی و بشینم توشون و تفاوتشون رو ببینم. خیلی جذاب بود. امیدوارم تو هم هر چیزی که دوست داری واسه اتفاق بیفته. این واقعا واسه من یکی همون چیزهای بزرگی بود که خیلی دوستش داشتم. مراقب خود باشی.